سلام زیدا هستم با یه ویدیو دیگه. آقا آپدیت سیزن 11 اومد، ببینیم چه خبره. کل آپدیت برای سکتور داره، قسمت سکتور کلا مولتی پلیر، سکتوری که نه کلا مولتی پلیر عوض شده و می ببینید که باید چیکار کنیم. کلا اول که میایم اینجا که ببینیم موتور اضافه شده، البته این موتور یه جای ماشین اومده، یعنی لوکیشن هایی که میخواید برید و میتونید با موتور برید. 4 تا جا داره که میتونید وسایل بذارید توش، مثلا بیاید یه جا میخواید دود کنید، 4 تا جا اضافه شده بهتون که میتونید برید و بیاید. این قسمت میتونید هر اسکینی که میخواید و انتخاب کنید. مثلا من الان اینو فکرش ده تا تیکت ازتون میگیره، اسکینتون رو اسکین موتور هر چی که دوست داشته باشید میتونید بذارید. و قسمت در واقع این قسمت هم عوض شده، این اصلا از بالا اومده پایین چیز خاصی نیست که بخوام بهش بپردازیم. قسمت شاپ با این قسمت بزنید این چرخ دندهه، میتونید اسکین روش بذارید که از توی جوایز سیزن میتونید به دست بیارید که هر کدوم مثلا یه درصدی اعتبار بهتون میده، یعنی هم کوکولاتی بهتون میده. و قسمت هم که هیچی، این قسمت یه دقت کنید تیش آل و پوت آل اومده که یعنی میزنید میریزه بیرون میزنید میریزه بیرون، اینجوری که سریع تر در واقع میتونید لود کنید. و این تا اینجا خب شما وقتی میاد اینجا این قسمت اضافه شده که میاد اینجا یه سری کانترکت بهتون میده، یعنی یه سری قرارداد بهتون میده، مثلا میگه فلان کارو بکن هر 7 ساعت، فعلا احتمالا هر 7 ساعت یا شاید هر 12 ساعت، چیزی که اینجا احتمالش از 7 ساعته. یه سری قرارداد مثلا بهتون میده، مثلا میگه تاکسی کسپیتر باید بکشی، میری شما باید برید 4 تا تاکسی کسپیتر پیدا کنید بکشی، یا مثلا 10 تا آیتم بخری، یا در واقع احتمالا تیکت باید به دست بیاری. سر آیتم هم متعلق گرفتی باید شد آره، اینجا باید تیکت مثلا 5 تا دست بیاری، 7 آیتم هر چی که هست بسازی، 12 تا درخت قطع کنی. تسکال بهتون داده شما هر 7 ساعت یا 12 ساعت، احتمالا هر 7 ساعت بهتون میده، شما اکسپت میکنی. مثلا من الان این اسپیتا رو اکسپت میکنم، بذار ببینم میتونم دیگه راحت، مثلا من الان دوتا رو اکسپت کردم، خب هم درخت هم تاکسیک، اصلا مثلا کرافت اینی آیتم هم دلیمی دوتا بیشتر نمیتونی انتخاب کنی، دوتا آیتم میتونی انتخاب کنی انجام. مثلا من الان این پای آیتم رو میزنم که بریم ببینیم چی جوری. با انجام دادن این قراردادها یا هم کانترکت ها به شما پوینت سیزن رو میده که میتونید باهاش در واقع چیز کنید، امتیاز بگیرید، پوینت بگیرید، جوایز سیزن رو به دست بیارید. همونطور که میبینید دست راست نوشته گیم تاکسیک 4 تا، بای آیتم 10 تا. واسه تون دست راست زیر مینی مپ مینویسه که چه کاری باید انجام بدید، مثلا اگه یادتون رفت یا هر چی بدید. جوایز سیزن هم که اینه، با انجام دادن اون قراردادا میتونید جوایز به دست بیارید. مثلا من الان میام 10 تا آیتم میخرم. خب خریدن در واقع توی خرید قرار نیست شما 10 تا دونه آیتم بخرید، آیتم مختلف بخرید. میکنید من الان مثلا 9 تا از این خریدم، 7 تا از این خریدم، یه نه از این. اگه مثلا همین دوتا هم میخریدم کانترکت تمام میشد، یعنی نیازی نیست 10 تا آیتم مختلف باشه، تعدادش باید 10 تا باشه. مثلا میتونید 10 تا تمشک بخرید است و هر چیز دیگه. حالا این گفتن اضافه کنم و گوشه سمت راست هم مینویسید مثلا چند تا از چند تا انجام شده که اشتباه نکنید، مثلا کم و زیاد بخرید یا هر چیز دیگه، بدونید که مثلا آقا انقدرش رو خریدید انقدرش موند. و حالا میایم اینجا و کامپلیت رو میزنی بهمون میده، شما اونجا بعدش بهتون پوینت در واقع اون سیزن رو میده رو 15 تا مثلا میگرفتن، دوباره باید کارهای دیگه انجام بدید. خب اونی که انجام دادم به جاش یه دونه دیگه برای من فعال کرد، یعنی اوپن استش رو بود که من مثلا کیفر که توی جنگل کوهستان اینا هست و باز کنم. الان مثلا میریم اسپیتر بکشی و درخت قطع کنیم، چهار تا درخت قطع کنیم بیایم توی قسمت سکتور سکه که توی سینگل پلیر دارید و با این قسمت عوض کردن، یعنی این قسمت سکه خاص خودشون میخواد، هم توی که بینید کلن شفت و شمایلش عوض شده که مثلا میتونید بخرید یا از تو سیزن بگیرید، چیزی مهم نیست. برای اینکه فقط از سکه هایی که توی سیزن دارن خیلی استفاده نکنن، اینو آوردن که مجبورشون کنن مثلا سکه بخرن. برای قطع کردن درختم هر یک نار ست رسات کنید چوب منظورشه،
الان یه دونه که قطع میکنم میشه 6 سه تا چوبی که بهم امیده رو حساب میکنم. مثلا دو تا دیگه بزنم تمام. خب میایم اینجا و جایزه‌مون رو میگیریم. دوباره دو تا جدید بهمون میده، مثلا میگه که فست میتر 8 دونه بکش و توی تورنمنت شرکت کن. خیلی راحت. این در واقع کلیت مولتی پلیر بود و کاری که باید انجام میدید تا بتونید جوایزی که هست رو به دست بیارید. این قسمت جوایز اگر دیدین رو تهیه کنید که بتونید باید خودم پیام بدید برای خریدش، هر چند لول یه نزدیک باکس بهتون میده که به صورت رندوم یکی از این وسایلی که هست بهتون میده، مثلا این اسکین موتور یا این کوله پشتی یا این طرح گربه شاپ. و دوباره مثلا چند تا دیگه بعدش که میدید جلوتر، مثلا یه دونه پک دیگه میده که این فیلیه و همون آیتم هاست به صورت رندوم بهتون جایزه رو میده. و کلیتش اینه. ویدیوهای بعدی هم میذاریم، با ما همراه باشید. اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، با خودتون هم باشید، زنگ بلیک نداشت هم بزنید تا من سیکی ویدیو منتشر رو تشریف بیارید ببینید. فعلا تا ویدیوی بعدی، خدافظ.